دکتر یه سوالی داشتم. کتاب سوم درباره پرواز نوشته، اولی کسی که پرواز کرد می‌خواستم اینو گوش کنین، عباس فرناس بوده. بعد این برادران اتو بوده، ولی اینطوری دارن به خورد دانش آموزا میدن کسی به نام عباس فرناس کردم. اصلا اسم اینو شنیدین؟ پرواز به کجا کرده؟ تو آسمونا پرواز کرد، اولین کسی که هواپیمان اختراع کرد و پرواز کرد. برادران اوتو بودن، ولی الان نوشتن آقا کتاب فارسی سوم دبستان، مقطع دبستان نوشتن کسی بوده به نام عباس فرناس، مسلمون بوده 100 سال پیش. اینا مزخرفات آخوندیست که چی بگیم دیگه؟ قربونتون برم، چی میشه گفت در باب یک رژیمی که همه سرمایه های ملت رو صرف دروغ بکنه و خرافات؟ شما در مغرب زمین از سوزن خیاطی بگیرید تا دو چرخه، تا عرض میکنم هر پدیده صنعتی، اینها تاریخ مدون داره، ساعت به ساعت، روز به روز که چی بوده، چه کسی آمده، چی کردن. برادران رایت بودن عزیزم، دو تا برادر بودن اینها. اولین چیزی که پروازی که شده است، یعنی یه چیز صنعتی از زمین بلند بشه، که البته اندیشه پرواز از روزگار قدیم بوده، در ذهن ایرانیان هم بوده. طرح کیکاووس ما در شاهنامه داریم که برههای بریان ساخت و یک تختی ساخت و برههای بریان آقابها رو از کنم تربیت کردن، که این اسطوره است، میتولوژی خیلی قشنگی نشان میداد که میل به پرواز، اندیشه پرواز و هوس پرواز از رویاهای انسان بوده. اینها تا میرسیم به عصر لئونارد داوینچی که طرحش هست که ما چه چیزی بسازیم، چگونه به چرخه که مثل هلیکوپتر میمونه، چیزی که داوینچی گفته، و یک پری و اینها که هست، دستخطش هست، نوشته هاش هست، تا رسیدیم به عرض کنم که عصر جدید و برادران رایت با یکی از این هواپیماهای قدیمی که ساخته بودن یک انجین گذاشته بودن، برای اولین بار از زمین بلند شدن. عباسی ما نمیشناسیم در این ارتباط که چنین کاری کرده باشد. اینها میگویند همه چیز رو اینها از ما دزدیدن. این آقا همه چیز از شما دزدیدن، پس ما خودمون چیزی نداریم. همش از قرآن گرفتن. باور بفرمایید، قرآن میگوید که جای گرم هست، بنابراین اینها فیوژن رو از ما دزدیدن. از این چیزا چی بگیم؟